یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین. این الفاظ به چه معنای هستند؟ سلام، مسعود خاقانی هستم، میزبان شما در قسمت ششم برنامه بینات با موضوع معاد. با ما همراه باشید در 45 دقیقه آینده تا به مفهوم این اسماء و این الفاظ در قرآن کریم بپردازیم. خوش اومدید به بینات قسمت ششم. در خدمت جناب آقای مهندس حاج زمانی هستیم با بحث معاد. قسمت قبلی به چند تا از اسماء معاد یا الفاظی که پروردگار متعال در قرآن کریم برای اشاره به زندگی بعد از مرگ استفاده کردند اشاره کردیم و توضیح مختصری استاد دادند. امروز انشاءالله بیشتر یا تعداد اسماء بیشتری رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس مهدی حاج زمانی. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت ساحت مقدس پیامبر اکرم و ائمه اودا هم سلام و عرض ادب دارم، مخصوصا ابا عبدالله حسین علیه السلام و ابوالفضل عباس سلام الله علیه و همچنین به بینندگان عزیز که توفیق داریم که در خدمتشون باشیم. ما در جلسه گذشته شروع کردیم تحت این عنوان که بیاییم اسامی رو که خدای متعال از آخرت و معاد در کتابش نام برده، دو تا لفظ رو ما در واقع عرض شد، یکی یوم القیامه و یکی یوم الاخره. یوم الاخره و ترکیب‌های مختلف، ترکیب‌های مختلفی که بود این رو عرض کردیم و یکی دو تا روایت هم خوندیم برای شما. سعی می‌کنیم که اگه بشه یک روایتی هم ذیل بعض از همین اسامی برای شما خونده بشه برای دوستان که خدمت شما بهتر بتونن استفاده کنن. من برای راهنمایی خدمت عزیزان و مطالعه یه رفرنسی رو معرفی کنم که دو تا رفرنس فعلا از اینجا به بعد من برای شما هی رفرنس های مختلف معرفی میکنم، برای منابعی مطالعه. که منابعی که بتونن بیننده های پژوهشگر میتونن مراجعه بکنن و استفاده بیشتر ببرن. عزیزان زبان فارسی میخوان یه مقدار مطلب رو دنبال کنن، کتاب تفسیر سوره قیامت آیت الله ضیاآبادی، کتاب بله. تفسیر سوره قیامت آیت الله ضیاآبادی که عرض و حضور شما که فایل پی دی افش هم هست، شما میتونید که در واقع این رو پی دی افش رو از اینترنت بهتره که کتاب رو تهیه بکنن و خود کتاب رو اگه بتونن تهیه کنن چه بهتر، چون ممکنه عزیزان خارج از کشور باشن نتونن تهیه کنن. اما اگه ایران باشن یا بتونید تهیه بکنید، خب خود کتاب رو توی چه بهتر میتونید انشاءالله تهیه کنید و استفاده کنید. کتاب دیگری هست منازل الاخره مال عاشق عباس قومیه رحمت الله علیه که کتاب بسیار بسیار خواندنی و بسیار بسیار عرض و تکان دهنده است. منازل الاخره عاشق عباس قومی رحمت الله علیه. اما اگر عربی میخوان عزیزان یه مقدار در تحقیقاتشون بیشتر در واقع سرچ و ریسرچ کنن، عرض به حضورتون که جلد 5 بهار الانوار و ششم بحث معاده. جلد 5 و ششم بهار الانوار کتاب المعاده. من ترجمهش رو ندیدم، با آیتش من ترجمهش رو ندیدم، ولی بعضی از روایاتش رو در اینترنت یا گوگل بزنید ترجمه شده. این جلد 56 از اون سری 110 جلدیه. بله، جلد 110 جلدیه. بله، خدمت شما عرض شود که این هم در واقع کتاب بسیار عالیه. کتاب دیگه تسلیت الفؤاد مرحوم شبره که این هم بسیار کتاب خوبی است در بحث معاد، که مطالب بسیار بسیار خوبی رو از روایت آیات در اونجا ایشون آورده. خب بریم سومین لفظ، یوم الحساب. یوم الحساب دیگر از اسامی قیامت یوم الحساب هستش که در 5 آیه از آیات قرآن مجید اومده و این نام به این خاطر به عرض حضور شما هست که از تمام اعمال آدمیش، چه صغیر و چه کبیر و چه جزئی و چه کلی، چه جوارحی چه جوانحی، او حساب کشیده میشه. من اینجا توضیح بدیم چون بله حتما
ببینید جناب استاد، لازمه عرض کنم ما یه سری اعمال جوارحی داریم، یه سری اعمال جوانحی داریم. قبل علی خدمت که جوارحی وشتد علی العظیمت جوانحی که در دعای کمیل میخونی. جوارح یعنی بدن، جوانح یعنی قلب و روح. به عبارتی بدن رو میگن اعمالش، اعمال اخص نفسه پایینه، اعمال روح رو میگن اعمال اشرف نفس. خب یکی از اعمال اشرف نفس نیته، کینه است، حسده، حبه، نفرته، حقده. ببینیم چه اعمالی میتونه این روح انجام، غبطه است، بله. خب یعنی اعمالی است که در واقع روح ما انجام میده. روز قیامت نه تنها اعمالی که با این جسم انجام دادیم، بلکه اعمالی که مال روحمونم بوده به حساب میاد. من چند تاشو مثال بزنم اول بحث مقدار باز بشه. روز قیامت حالا تو روایت هست برسیم میخونیم که شخص رو میارن نگاه میکنه که چقدر ثواب براش قرار دادن، نگاه میکنه من همچین کارهایی تو دنیا نکردم که ثواب همچین کارهایی به من دادید. ندا میاد که تو نیت این کار خیر رو کردی، راستم گفتی، نیت صادق داشتی، هرچند انجامش ندادی ولی خدا به فضل ثواب اون نیتی که در قلبت و روحت کردی رو بهت داد. مثال یه شخصی میخواست بیاد کربلا نتونسته بیاد، حالا وضع مالیش مساعد نبوده، شرایطش، ولی نیت ای کاش من هم کربلا بودم. اون کسایی که قبل از این اتفاق، قبل از سقوط صدام دوست داشتن بیان، عمرشون کفاف نداد. بله نتونستن بیان. تو روایت هستش که خدا روز قیامت به خاطر نیت صادقی که داشته و راستم میگفته عین ثواب کسی که میاد اینجا و عرض به حضور شما که زیارت مثلا میکنه، خدا به او تو نامه اعمالش مینویسه. امام رضا علیه السلام به ابن شبیب میگوید، این روایت در جلد 43 بهار الانواره، عرض به حضور شما که یبن شبیب، ای پسر شبیب، هرگاه سلام دادی بر حسین و گفتی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بعد از آن بگو یا لیتنا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. بگو ای کاش من ابن شبیب در کربلا با شما بودم و به مانند شما رستگار می شدم. خدا تو را در زمره شهدای کربلا اگر راست بگویی و صادقانه می نویسد. ببینید؟ یعنی لذا توصیه شده هر وقت این سلام رو می دهی در انتها بگویی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. این یا لیتنی تو فعل قلبه، فعل جوانحه. اگه صادقانه و راست بگی خدا تو را در زمره یاوران کربلا یا با عبدالله الحسین ثبت و ضبط میکنه نامتون. یعنی اون زمان بودی یاری میکردی دیگه، یاری میکردم دیگه. یعنی اگر اینجا شرایطش فراهم بود به فعل جوانحی هم تبدیل میشد. آره، به جوارحی هم تبدیل میشد. آره. و من اینجا جناب استاد خاقانی به واقع مطلب گاهی اوقات یه تعریضه خودم میزنم، میگم نمیدونم یا لیتنی کنتو معکم اون زمان بودم من مثل معکم مثل معیت شما رو داشتم، نمیدونم، حالا میگم، ولی از خدا میخوام که یا لیتنی مثلکم، ای کاش من مثل شما بودم. و بعضی وقت به عبدالله الحسین علیه السلام به خدا میگم که خدایا من ادعایی رو ندارم بگم اگر کربلا در اون زمان مثلا ما بودیم، جز اون کسانی بودیم که چون حبیب بن مظاهر اسدی ها و بریر ها بودیم، مسلمون اوسجه ها بودیم، میگم خدای ما رو یا با عبدالله مثل اون زهیر که داشت از شما فرار میکرد ولی شما به لطف و فضل الهی صدای صدی و زهیر عثمانی رو حسینی کردی، یا اون غلام سیاهی که خلاصه توفیق یارش شد که غلام ابوذر بود جون و بعد شد غلام امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد امام حسن مجتبی او رو بخشید به امام حسین علیه السلام، اومد کربلا حضرت قبل از واقع عاشورا به او گفتن آزادی برو و تقاضا کرد که بماند و ماند و آنگونه شد که شد و جز رستگاران
قیامتی قرار گرفت و در زمره اصحاب عبدالله علیه السلام. خلاصه میخوام این نکته رو عرض کنم که خیلی افعال جوانهی عجیبه. میگن افراد نون قلبشون رو میخورن، درسته، درسته جناب آقای خاقانی، افراد نون قلبشون رو میخورن، بله. و اینجام یه چیز رو کامل کنم چون حیفم میاد بحث رو ناقص بگذاریم. اکثرا ما قسمت اول حدیث رو میخونیم، الاعمالو به نیات، ما فقط همین روایت این قسمتش رو میخونیم، در حالی که روایت دنباله داره و نیاتو به اصابت سنه. این تنها نیست که عمل فقط به نیته، درسته، انعقاد فعل و عبودیت به نیته. یعنی مثلا من نماز میخوام بخونم، رکنیت صلات و نماز نیته، اصلا رکنه. اگه من نیت نکرده باشم نماز ساق هیچ، باطله. دقت بفرمایید، روزه میخوام بگیرم شب اول ماه رمضان، باید نیت کنم برای 30 شب یا برای روزه گرفتن. یعنی من قصد باید کنم که میخواهم همچی عملی را برای تقرب الالله انجام بده، انجام خالصانه. حالا نکته بعدی اینه که معمولا ما اینو فراموش میکنیم که یا نمیبینیم یا دقتمون کمه، اینه که هر عملی که نیت برای خدا کردم خدا میخره. میگن عملی که این دو مؤلفه رو داشته باشه، یکی لله باشه، دو فی سبیل الله و سنت رسول الله باشه و اهل بیت عصمت علیهم السلام. دقت کنید، یعنی این نیست که تنها من نیت کنم، فرض میکنم الان نماز میخونم، خیلی میخوام نماز بخونم، خدا خالصانه میخوام عبادت کنم، نماز تو رو بخونم، اما احکام نماز رو بلد نیستم، نماز وضو رو درست نمیگیرم، نماز رو درست اقامه نمیکنم، این عمل مورد قبول قرار نمیگیره که، هرچند نیت من چی خالص بوده، خالصم خالصم. یا برعکس، عمل رو علی ظاهر درست انجام بدم ولی نیتم برای خدا نباشه، برای خودنمایی باشه، برای ریا باشه، برای سمعه باشه، قبول نمیشه. اون عمل جوانهی و جوارحی باید با هم باشن، هر دو کامل باشن تا نتیجه. یعنی اون چیزی که ما نیت میکنیم باید منطبق بر سنت خدا و رسول و آل رسول باشه. نمیتوانم بگویم دلم پاک است، هرچه نیت کردم خدا ثواب میده تمومه، نه. دقت فرمودین دارم چه عرض میکنم. شما نیت میکنید به کسی کمک کنید، مثال میگم، میاد از شما ماشین میخواد، مثال عرض میکنم، شما نیتت واقعا برای خدا اینه که به برادر مؤمنت کمک کنید چون خدا دوست داره، اهل بیت دوست داره، ولی شما میدونید ماشینی که از شما میگیرد میخواد به مجلس معصیت بره، شما باید ماشین رو بدی؟ نیت درسته ها، برای اعانت اوست، ولی داری اعانت بر معصیت میکنی، نباید بکنی. نیتت اعانت بر برادر مؤمنه، ولی اون میدونه اون داره میخواد بره یک مجلس معصیت. میگن یه بند خدایی که از دنیا رفت، پس از مدتی از عالم برزخ که رفت و خوابش دیده آدم مؤمن و خوبی بود، پناه بر خدا. اینا عاشق عباس قمی میگه رحمت الله علیه تو منازل الاخره. بعد میگن چرا اینقدر معطل شد که به خواب بیای بگی چه خبره؟ که من اینجا به خاطر یک فعلی گیر بودم و اون این که همسایه ما اهل عیش و نوش و بساط بزن به کوب و خلاصه معصیت بود، یک شبی اینها چراغشون روغنشون تموم شد، اومد و در زد به ما، گفت ما چراغمون روغنش تموم شده، میتونی به ما روغن قرض بدی برای چراغمون؟ میگوین درسته تو نیتت این بود که کمک کنی به همسایت چون روغن برای چراغش میخواست، ولی تو که میدونستی اینها استفاده میکنن این چراغ رو برای مجلس معصیت و لحظه، چرا روغن دادی برای چراغ که روشن شود و مجلس عیش و نوش اونها خلاصه مدتی بیشتر ادامه پیدا کنه؟ میبینید جناب استاد چقدر مهم دقت کردن. روز قیامت ریز اعمال ما رو، و من یعمل مثقال ذره، مثقال یعنی چی؟ شما عربیتون خوبه، انگلیسیتون هم خوبه، مثقال جر ثقیل یعنی چی؟ جر ثقیل، جر ثقیل که میگیم، بله، یعنی میکشد ثقالت رو، سنگینی رو، سنگینی، جر ثقیل، مثقال یعنی سنگینی، بله، به اندازه یه ذره، چیزی که سنگینیش و وزنش به اندازه ذره باشه، ذره و مثقال. و من یعمل مثقال ذره، یعنی حتی
به اندازه مسقال کوچیکم باشه ها، ذره رو یکی از بزرگان حضرت آیت الله شیرازی می‌خواستن میگفتن که می‌خوام ببینین ذره یعنی چی، توی فضایی که نور کمه اگه از یه روزنه این نور بیاد میبینید چیزایی تو هوا هست، شاید بشه اونا رو گفت ذره، مثقال ذره یعنی به اندازه وزن اون ذره. تو زبان عربی به مورچه هم میگن ور، مورچه های کوچولو خیلی ریز، اون خیلی اونم اونجا هم ذر گفته میشه، یعنی عالم ذره هم که داره. و من یعمل مثقال ذره یره خیرن یره، یعنی مثقال ذره سنگینیش به اندازه وزنش به اندازه یه ذره هم باشه ها، و حالا شما فکر کنید از این ذرات تو قلب ما چقدر بوده، سوء زنها، حسن زنها، خوب دقت کنید، سوء زن در نفسمونا وقت میگن چرا به برادر مؤمن سوء زن پیدا کردی؟ چرا علیکه خود نفس خودت او رو محکومش کردی و بافتی و ساختی و حکم کردی و تموم؟ چون جواب سلامت نداد، چون مثلا خیلی گن باد برخورد نکرد، اون روز نشنید مثلا تو سلام دادی، یا جواب سلامت داد تو نشنیدی، چرا ده حکم کردی این گونه در برای برادر مؤمنت یا خواهر مؤمنت؟ و خواهر مؤمنت خیلی این نکته را آدم مد نظر قرار بده، نه تنها جسمش رو مواظبه، قلبش هم مواظبه، البته زندگیش هم راحت تره. و بله و حساب وقت جالبه، فرمودن حاسب و قبلا تا حاسب، لذا میگن مثلا شب یا تو طول روز، حالا حداقل بهترین شبه آدم محاسبه کنه اعمال روزشو، همچون فکر بدی که آدم استغفر الله ربی و اتوب الیه، فلان میدونم نگاه نامناسبه که آدم استغفر الله ربی و اتوب الیه، چون روح وقتی که اینم دقت کنید، روح وقتی که منبعث میشه در اثر فعلش، اثرش تو جسم میاد و ما در واقع اول روح ماست که نیت کاری رو میکنه، بعد جسم ما به عنوان مرکب عمل میکنه. عمل میکنه. پس افعال دو نوع میشه. افعالی که در حیطه جوانه هم فقط تو همون حیطه هم میمونن. اعمالی که بروز پیدا میکنن به جوارح میرسن. دقت فرمودین. پس بنابراین این اعمال جوانهی فرمودن که یکی از اون گناهانی که ولایت اهل بیت رو میگیره و خدا روز قیامت اگر توبه نکنی، اگر استغفار نکنی، تو رو به حساب میکشه از اعمال جوانه، اینی که در قلبت و نفست قصد سوء برای برادر مؤمن داشته باشی که او رو بیابروش کنی، که به او خدعه کنی، تو معامله سرشو کلا بگذاری، او رو مسخره کنی، پناه برخ و لذت ببری از اینکه او مسخره شدش، لذت ببری از اینکه او تحقیر شدش، ولی بروز بیرونی نداشته باشی یا در ظاهر هم خودت رو ناراحت نشون بدی، ولی خدا میگه دروغ داری میگی، تو نفست خوشحال بودی، تو نفست دوست داشتی او تحقیر بشه، یا حسادت به برادر مؤمن، به دنبال اون حسادت کینه میاد و بروز بیرونی پیدا میشه، حق ناپذیری ایجاد میشه. دقت فرمودید. خیلی من اینجا ببخشید برای خودمون عرض میکنم، یه تذکری در خانواده، خیلی از اختلافات خانگی بره زن شوهر، خیلی سوء زن نیست که خانم به آقا داره، سوء زن نیست که آقا به خانم داره، بعد متوجه میشه استغفار نمیکنه، نمیخواد بره بگه، حال لزوم نداره بره بگه من همچین سوء زنی پیدا کردم، خوب دقت کنی، ولی بعد استغفار کنه، یا وقتی اگه همسرت یه کار اشتباهی کردی یا به تو وقتی توضیح داد تو فهمیدی حقه، تو نفست فهمیدی داره حق میگه، چرا حقو نمیپذیری؟ چرا حقو قبول نمیکنی؟ چرا به زبان نیاوردی بگه حق با تو بود توی مسئله، من اشتباه کردم؟ تکبرت، غرورت، مانشو، خیلی از بد مشکلات و این مسائلی که جناب استاد ایجاد میشه همینه که در اشرف نفسمون اینه که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، تحر قلبی، تحت دعا چقدر داریم، تحر قلبی من دنس و رجس و الاف، خدا این قلب روح من از دنس ها، از کسافات، از معاصی پاک کن، و الا اگه بمونه این روح کثیف بشه، حضرت و امام صادق علیه السلام فرمود مثل لباس سفید روح،
اولین لکه سیاه اومد باید پاکش کنی با توبه و استغفار، والا اینا هی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه و بعضی از گناهان و معاصی طوری است که حضرت اون درنه، مثل درنه تعبیر قرآن، یعنی این چرکش میره تو لباس چنان فرو میره که به این راحتی هم دیگه شسته نمیشه، اگرم شسته بخواد بشه جاش میمونه و اگر رسیدگی نکنی روح تو رو چنان کثیف میکنه که تمام میری به سمت ضلالت معصیت و گناه و نهایت جهنم. ثم عاقبت آیه 10 سوره روم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله ثم کانوا به یستهزئون. عاقبت اون کسانی که سوء انجام، گناه انجام میدن، روحشون کثیف میشه، ها اینها تکذیب آیات خدا و قیامت رو میکنن. حتی بابا چه قیامتی، چه بهشتی، چه جهنمی، همینجا صفا سیتیه، همینجا صفا کنی، همینجا یعنی لذت ببری. شوهای کوچیک به اینجا میرسن و سپس نه تنها تکذیب میکنن بلکه استهزا و مسخره میکنن. بهشت دلشون خوشه به بهشت، دلشون خوشه مثلا میدونی جهنم، ول کن آقا بهشت همینجاست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله ثم کانوا بها یستهزئون. خب ما چقدر وقت داریم؟ الان برای میان برنامه وقتی نداریم، اگه اجازه بدین بریم به یه فاصله بگیریم و برگردیم. بیننده عزیز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد با ما همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیننده های عزیز به ادامه بحث قیامتی ما خوش اومدید. امیدوارم که قیامت هممون همراه باشه با سعادت و سلامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. جناب استاد در ادامه بحث داشتین یوم الحساب رو توضیح میدادید و اعمال جوانهی و جوارهی رو فرمودید، حالا در ادامه شد خدمت رو هستید. لذا من به عنوان تکمیل آخر خدمت بینندگان عزیز و شما استاد گرامی عرض کنم که عجیبه که باید روی قلبت خیلی کار کنی و روحت و طوری بشه که جسم تابع قلب و روحت بشه. ولذا قرآن میفرماید لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا این قلب سلیم رو میگیم که چیه؟ که قلبی است که سلمه، تسلیمه، بندگی خدا رو کرده و قلبی است که تسلیم کتاب خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بوده. روز قیامت قلب سلیم میخوان و این قلب سلیمه که در واقع سلم بوده و شخص رو به بهشت میبره. مال بلون نیست، قلب سلیم باشه مالش هم در جهت سلامت درست خرج میشه، بنونش هم همینطور. نتیجه‌گیری کوتاه مختصر، یعنی اگر جوانه ما، قلب و روح ما درست باشه، اعمال مناسبی انجام بده، به تبعش جوارحمون هم اعمال مناسبی انجام میده و نتیجه کلی سعادت رو برای ما برمقام میاره. قطعا و یقینا همینطوره. عرض به حضور شما که در رابطه با یوم الحساب آیه در قرآن سوره غافر آیه 27 و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. خیلی قشنگ آیه. موسی به فرعونیان که تفرعونیت داشتن خودشون رو خیلی بالا، که این صفت اون صفت خطرناک تکبر و تفرعون که ما هم دوچار میشیم و هستیم، گاهی اوقات خودمون بیخبر از این حالت همون هستیم، مگر اینکه متذکر رو میکنه خدا کی هستی، چی هستی، کی هست میخوای این همه خودتو گرفتی، ای مگو من نیستی، از منی هستی ولی من نیستی، من نیستی. خب از آب یمنای منی گندیده من خلق شدم، که حالا ادعای خداییت و تفرعون و تکبر دارم. اوله نطفه آخره جیفه. قال موسی، حضرت موسی علیه السلام به فرعون گفت انی عذت بربی، من پناه میبرم به پروردگار خودم و به پروردگار شما، ربی و ربکم، من کل متکبره. ببینی تکبر مال اون فعلای نفس ها، مال روح ها، از این که از هر و از هر متکبری که
روز قیامت را ایمان نمی آورد. پس معلومه یکی از اون چیزهایی که باعث میشه شخص قیامت رو انکار کنه تکبره، استکباره. اینجا یه نکته عرض کنم که در آیه 60 سوره غافر که حالا اینو تو بحث دعا من جای دیگه دارم در شبکه بحثش رو عرض میکنم، بله، در ذیل آیه 60 سوره غافر میفهمن استکبار در برابر خدا اینه که شخص خودش رو به ذلت و خاری برای دعا و سجده در پیشگاه خدا نمی اندازد و استکبار می ورزد. عجب چالبه ها، استکبار خودش رو بزرگ می بینه، سجده نمی به جایی می رسه که بگه من سجده نمی کنه، عرض بزرگ تضرع‌زاری نمی کنه، اعتراف به گناه نمی کنه، خودش رو کوچیک نمی کنه. وقتی اینطوری شد استکبار ورزید میشه اهل جهنم. خود دقت بفرمایید. خب تکبر پس باعث میشه که انسان قیامت رو فراموش کنه و ایمان نیاره. و تکبر فعل قلب ماست، یعنی فرد تو قلب خودش رو چنان بزرگ و در روحش خودش رو چنان بزرگ میبینه و دیگران کوچیک، که عرض بزرگ شما که شیطان نمونه بارزشه ابا و استکبر ابلیس، استکبار ورزید و ابا کرد از قبول حق. چند تا توصیه اینجا عرض کنم من تو این بحثایی که حالا تحقیق کردم، اینها چند تا عمل برای جلوگیری از تکبر توصیه شده. خوبه بله. اینا رو بگیم اینجا به درد بله میخوره. اگر که بگین خودش یعنی کاربردی آدم باشه. بفهمه که قبل از اینکه کار به جای دوش سخت برسه و دیگه شامل یعنی این آیات توصیفش بشه، بله، جلوی کار خودش رو بگیره. اول اینکه انسان متذکر باشه به گناهان و قصورات خودش و معترف باشه به درگاه خدا به این گناهان و قصوراتش و حقیقت خودش رو ببینه که چی بوده. حالا اگه یه ذره موقعیتش عوض شده خودش رو در واقع گم نکنه. برای همین توصیه شده به حدیث نفس. خدا رحمت کنه، استاد اخلاقی داشتیم به ما میگفتش فکر نکنید بابت این درس ها و مدارکی که گرفتید کسی شدید. صبح ها بعد از نماز ایشون میگفت چند بار بگو من خرم، من خرم. حالا تو لفظ ایشون خودش خیلی ملا بود، میگفت چند بار بگو من خرم، به خودت حدیث نفس کن، گم نکنی بابا تو خری، جاهلی، نادانی، خیال نکن کسی شدید، حالا یه ذره چیز یاد گرفتی. ها هی حدیث نفس کن با خودت، من این بودم، من این کارا رو کردم، انا الذی، خدای من اون کسی هستم که گناه اسی تو جبار السما، دعای ابو حمزه سومالی، اون کسی هم که اسیان خدای صاحب جبروت سما آسمان ها و زمین، دعای حضرت سید شهدا روز عرفه هم انا الذی توش زیاد داره. بله انا الذی روز عرفه حضرت سید شهدا، یا مناجات مسجد کوفه امیرالمومنان، مولای مولای انت الغنی و انا الفقیر، هر یرحم الفقیر الا الغنی، ها انت المولا انا الاعلی. ان شاء الله من یه نکته کوچیک بگم اینجا، ان شاء الله بیننده های عزیز صبح های کربلا قسمتشون بشه، تقریبا حوالی ساعت 7 صبح از مناره های حضرت سید شهدا این دعا پخش میشه، این مناجات زیبا واقعا جای همه خالیه برای شنیدن و استفاده کردن از این فضای معنوی. خدا روزی کنه ان شاء الله حتما. پس اولین توصیه شد حدیث نفس و متذکر بر قصورات، کوتاهی‌ها، معاصی، گناهانمون و فراموش نکنم که چه بودم و چه هستم و هر لحظه خدا میتونه بگیره. اگر امروز علی‌ظاهر چیزی هستم به لطف خداست و هر لحظه ممکن این گرفته بشه. بله. دو، در برابر مؤمنین و مؤمنات تو هر قشری هستن، از کارگرش گرفته تا بالا، من خضوع و خشوع داشته باشم و احترام و ادب، نه به خاطر مال کسی، مقام کسی سرخم کنم خیلی، نه به خاطر پایین بودن وجهه اجتماعی کسی بهش بی احترام به او بی احترامی کنم. بله. نکته بعدی تقدم بر سلامه. خود همین تکبر رو می‌ریزه. منتظر نباشم کسی من سلام بکنه، چه به صغیر چه به کبیر، چه به صغیر چه به کبیر سلام کنم، نشنیدن جواب ندادن دوباره سلام بگن،
دقیق فرمودید. نکته بعدی، ورود در مجلسی پیدا کردم همون پایین بشینم، حتما نباید برم بالا که من رو عرض حضور شما مورد تکریم های اونچنانی مثل کسان افراد هر جا دیدی بشین، مگر تو رو تعارفت کنم ببرن اون بالا یا جای دیگر، و الا شناختنت نشناختنت بگی بشین. این تکبر و بزرگی خودت رو بشکن که من جایگاهم فلان، من دکتر فلانی هم، نمیدانم من آیت الله فلانی هم. نکته بعدی، در روایت فرمودن سجده زیاد و گفتن ذکر الهی، الهی انت المتکبر و انا الذلیل، انت المتکبر و انا الذلیل، هر یرحم الذلیل، هر یرحم الذلیل الا المتکبر. چون اسم متکبر فقط مال خداست، تنها کسی که شایسته تکبر و کبریاه، کبریات بزرگی مال اوست. الله اکبر من یوسف، دقت فرمودید، اینم تکبر رو در انسان میشکونه که انسان سجده زیاد کنه. اول در برابر خدا خود را بشکن، سپس در برای مخلوقات هم برای مؤمن خلاصه خودتو خضوع داشته باش، خاضع باش، تواضع داشته باش، دقت فرمودید. اما تو روایت فرمودن کسی که برای تو متکبر و تکبر به خرج میده باش تکبر کن. میبینی سلام میدی جواب میده خودشو گرفته، خیال میکنی کسیه مثلا، یا صاحب قدرتیه که تو رو میخواد مثلا به حساب نیاره، تو هم متکبر باش با او. خود کوچه رضا حضرت موسی چجوری با فرعون صحبت میکرد؟ البته دستور خدا این بود که اذهب الى فرعون انه طغى، او طغیان کرد، اما و قولا له قولا لینا، با او قول لین صحبت کن، آروم و نرم. اما دیگه چیز شد، خودتو نباز در برابر اون، خودتو کوچیک نکن در برابر اون، دقت فرمودید. خب من این قسمت رو عیزه بدین کفایت بدم تا بریم در رابطه با لفظ بعدی، یوم الدینه که روزی 10 بار در نماز میخونیم. 10 بار ما در نماز، پس لفظ بعدی در قرآن برای روز قیامت یوم الدینه، یوم الدین. که ما در واقع میگوییم مالکی یوم الدین، بله، در سوره حمد. همین که 10 بار حداقل ما سوره حمد رو در واجبات و فریضه نماز همون میخوانیم و قرائت میکنیم، یکی از اسامی قیامته، روز دین. روز دین این نام به صورت گسترده به کار رفته در قرآن، عرض به حضور شما 13 بار این نام در قرآن به کار رفته، 13 بار در قرآن به کار رفته، که به تعبیر یوم الدین به معنای که روزی، که به یه تعبیری که اعتقادات و دین و دین افراد اونجا عرض به حضور شما به حساب میشه. سنجیده میشه. ببینید، من کلمه دین رو اولا معنی کنیم، یه دین معنای عام داره به معنای بینش، اعتقاد، آیدیا یا بیلیف، یه معنای خاص داره که منظور شریعت الهیه. اونجایی که در سوره کافرون میفرماید که لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین منم مال خودم، من زیر بار دین شما نمیرم، شما زیر بار دین من نمیرید، این مفهوم عامه دیگه، یعنی منفی و مثبت نداره. اون بینش، اون اعتقاداتون مال خودتون. یه بیان است که مالک یوم الدین یعنی اینکه روز قیامت افراد بر اساس اون دین و اعتقادشون، که اولین چیزی که شب اول قیامت، همین که لحد رو میذارن شب اول قبل شروع میشه، این نیست که شب اول قبل غروب بشه، آفتاب غروب کنه، تو روایتی که حالا آخرین لحد رو که میگذارن، لحد رو دارن میچینن، همینطور سنگا رو، آخری رو که گذاشتن شروع میشه، اونجا دینتو میپرسن، من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک، ما قبلتک. یعنی تو دنیا بر چه اعتقادی بودی؟ بر چه دینی بودی؟ دقت کنیم. من حالا تو این زمینه خیلی بحثای جالبی هست. یه بیان دیگه که مالک یوم الدین، این که در اون روز، بس بیان اول معلوم شد دیگه که عرض کردیم، دین غالب که دین و دین صحیح که دین در واقع انبیا و اوصیا الهی بوده، در اون روز این دین
عرضه میشه بر مردمانی که در اون زمان هر کدوم از دینهای الهی بودن. و اینکه شما در زمان این حجت خدا که دین خدا را عرضه کرد چگونه عمل کردید؟ چگونه با انبیا و اوصیا عمل کردید؟ چگونه با پیامبر و جانشینان او رفتار کردید؟ دقت فرمودید. اینم یک نکته دیگری است که در واقع خدمتتون عرض میکنم. یه معنای تخصصی دینم این هست که خدا از یک آیین خاصی به نام دین دست به کار برده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در روایت ما میفهمن روز قیامت سوال میکنن از این دینی که مرضی رضای خدا بوده که اهل بیتن و سلامن به ولایتون ها از افرادی که مال امت پیامبرن، من که اتمام نعمت کردم، من که اکمال کردم، ای قدیر، ای آیت ایمانیان، وعدگاه بوزر و سلمانیان، ها قدر این قدیر رو چجور دونستیم؟ الیوم اکملت لکم دینکم، این اکمال دین رو چی کار کردی؟ لذا در روایتی که لحظه جان دادن افراد همه امیر مؤمنان علیه السلام رو میبینن و پیامبر رو، اون که مؤمن هست به قیافه بسیار زیبا و متبسم و لذت، اون کسی که معصیت و پشت کرده بسیار میترسه از عظمت و قیافه و وجهه جلالت امیر مؤمنان و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. عرض به حضور شما که بله، من همینقدر کفایت بدم در مورد یوم الدین که اینا نکاتی بود که من در آورده بودم و عرض کردم. لفظ بعدی یوم الفصله. یوم الفصل، یوم جدائی، روز جدائی. این نام 6 بار در قرآن مجید اومده. صافات آیه 21، دخان 40، مرسلات آیه 13 و 14 و 38، نبع 17. حالا ما نبع آیه 17 شو میخونیم. ان یوم الفصل کان میقاتا. به درستی که روز جدائی میعاد برای همگان رخ میدهد. این تعبیر که تعبیر پرمعنایی هم هست و بیانگر جدائی حق از باطل، مؤمنین از کفار و صفوف اینها جدا شدن و به تعبیر قرآن عرض به حضور شما که حالا لفظش الان تو ذهن من خدمتتون عرض میکنم که گروه تحت عنوان گروه یا بله که حالا الان در ذهنم یه آن رفت، به صورت لفظ گروه رو برای اونها به کار میبره. گروه مؤمنین و متقین در یک گروه هستند و گروه کفار در یک گروه دیگری هستند. اینها جدا میشن. اینها عرض حضور شما که اعمالشون جدا رسیدگی میشه. حق هم کاملا دیگه معلومه، باطل هم دیگه جدا شده معلومه. اهل بهشت، اهل جهنم، هر کدوم به بهشت میرم و هر کدوم به جهنم میرم. که اگر جالبه که من به امید خدا اگه خدا وقت عرض و لطف کنه، این قیامت صغرا و جدایی حق از باطل تو دنیا رخ میده که در زمان ظهور امام است اروان و فدا. ظهور امام است اروان و فدا رو میگن قیامت صغرا، یه بیانی، چون خدا این اتفاقات میفته. قل جا الحق و ذهب الباطل، ان الباطل کان زهوقا. در زمان ظهور حضرت حق کاملا نمایان میشه، باطل از بین میره و معلوم میشه. اهل باطل رو حضرت باشون برخورد میکنه و اهل باطل رو محاکمه میکنه حضرت در حکومتش، چه از پیشینیانی که بودن که سران و سره کفر و معصیت و ضلالت بودن، چه کسانی که در اون زمان باشن. دادگاه دنیاییشون تو دنیا توسط امام عصر رخ میده، اما دادگاه اعظمشون در قیامت رخ میده. یعنی خدا اون وعده‌ای که داده تو دنیا انجام میده جناب آقای خاقانی، تو آخرت هم انجام میده. این کار رو میکنه خدای متعال. بعد اینا جزاشون چطور تو این دنیای بعد از ظهور میبینن؟ یعنی توی مثلا اینها رو مثلا داریم که اون دو نفر رو حضرت میآورد و بر درختی میبندد، محاکمه میکند و اونها اقرار میکنه، از عالم برزخ میارنشون بیرون، اینها رو میبنده به امر الهی و بعد باد گرمی میآید و اینها رو میسوزاند.
و بعد دوباره اینها رو جلوی جمعیت کثیری حضرت اینها رو محاکمه میکنه. باطل بودن اینها و کسانی که از اینها تبعیت کردن رو حضرت می نمایانه. خلاصه دادگاه الهی تو دنیا انجام میشه، فصل بین حق و باطل انجام میشه و عرض به حضور شما اینها محاکمه و اینطور مجازات میشن و تا روایت تا زمان قیامت اینها در برزخ هر روز بر عذابشون اضافه میشه. وقت عذاب برزخ دون عذاب قیامته، یعنی تازه شدت عذاب قیامت کجا؟ برزخ کجا؟ که اگه هزاران درجه آتش آخرت رو سرد کنن میشه شدیدترین آتش دنیا. حالا این بحث آتششه و عذابهای دیگر. یعنی این یوم الفصل جدای حق و باطل به آمدن امام است و ظهور حضرت، این فاصل حق و باطل است که قل جاء الحق و زهق الباطل و روز قیامت این دیگه به صورت کامل دیگه شامل پیامبر اکرم خدا علیه السلام و انبیا و اوصیا و تمام نمرودیان و تمام آن کسانی که فرعونیانی که در برابر ادیان الهی قد علم کردن اونجا باطلان اون برن. عرض حضور شما که اهل حق این بر هست. بله ممنونم، امیدوارم که از اهل حق باشیم، به فضل پروردگار و به اعمال خودمون. از بیننده‌های عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودین در قسمت ششم برنامه بیانات سری جدید و تقاضا میکنم که این سری رو با ما همراه باشید. مباحث بسیار ارزشمندی داریم در مورد معاد و زندگی بعد از مرگ. ممنون از همراهیتون، تا قسمت بعد خدا نگهدار. Oh.